سلام رفقا، به کانال اسکیپ یوتیوب خوش اومدید. امروز میخوام در مورد نحوه احراز هویت سیم کارتتون یا چطور که سیم کارتتون به قول گفتنی سیگنال شناسایی میکنه توضیح بدم. بریم سراغ ویدیو. اول کلید پاور رو فشار میدین و تلفن خب روشن میشه دیگه، استارت میزنه برای روشن شدن. بعد از اینکه کلید رو فشار دادین، خب لوگوی تلفن مورد نظر نشون داده میشه، حالا آیفون یا سامسونگ. بعد صفحه اصلی گوشی بالا میاد، ولی دقت کرده باشید همیشه چند ثانیه طول میکشه تا گوشی شما شبکه رو شناسایی کنه. میری توی سرچینگ، بعد مثلا سیم کارتتون ودافون باشه، هم سیگنال رو نشون میده هم اسم اپراتور رو بهتون نشون خواهد داد. خب امروز میخوام بهتون توضیح بدم این دقیقا این پروسه به چه شکلی انجام میشه. اول سیم کارت وقتی تلفن شما روشن میشه، سریال سیم کارت از سریال گوشیتون ارسال میشه به BTS، از BTS هم به مخابرات. مخابرات بعد از دریافت و تایید و بررسی شماره سریال شما، یک کد به قول گفتنی به صورت رندومی یه دونه شماره کد تولید میکنه و اینو ما بین اون کدی که برای شما گوشی شما ارسال کرده قرار میده و بهش کی یا SREN 1 گفته میشه، که اینجا به صورت خیلی ساده براتون، فقط برای اینکه مطلب رو بگیرید براتون به این شکل آماده کردم که اگه الان توی تصویر ببینید شماره سریالی رو که الان بالا دارید ببینید، ما بینش به طور مثال یه همچین عددی رو قرار میده و به گوشی شما ارسال میکنه. گوشی شما این کد رو توی سیم کارت ذخیره میکنه و بعد از ذخیره دقیقا همین شماره دیجیتالی رو که به نام SREN 2 شناخته میشه، اینو به دوباره به BTS و BTS هم به مخابرات ارسال میکنه. این تو این لحظه مخابرات برای احراز هویت شما سریال ارسالی و یا کد ارسالی و با کدی که گوشی شما داره ارسال کرده مطابقت میده. وقتی که مطابقت انجام شد و دقیقا همون کدی بود که آماده کرده برای شما ارسال کرده بود و تایید کرد که کدها یا شماره ها یکسان هستن، SREN 3 رو ارسال میکنه. SREN 3 دقیقا وقتیه که RX شما فعال میشه و وقتی به گوشی شما میرسه سیم کارت محلی شما فعال میشه و سیگنال گوشی میاد. حالا اپراتورتون ایرانسل همراه اوله یا هر چیز دیگه هست، اون بالای گوشی نشون داده میشه و به همین راحتی یعنی این پروسه به این شکل عمل میکنه. و نکته ای که هستش، اگه گوشی شما نتونه اون اطلاعات اولیه مثل شماره سیم کارت و شماره سریال گوشیتون رو ارسال کنه، پس به شما اجازه فعال شدن RX رو نمیده. این ابتدای مطلب به قول گفتنی ایرادات آنتن است که باید بدونید و خیلی به دردتون میخوره. خب حالا ما میخوایم بدونیم که تا اینجاشو متوجه شدیم این پروسه به چه شکلی عمل میکنه. حالا خیلی خیلی ساده بهتون توضیح دادم. میخوایم بدونیم که گوشی که الان حالا مشتری برامون آورده توی TX مشکل داره یا توی RX. کافیه که اگه گوشی آیفون هست، الان توی تصویرم براتون ظاهر میشه، توی آیفون کد بالا و توی سامسونگ هم کد پایین رو میزنید و گوشی شما وارد منوی اطلاعات شبکه میشه. و حالا اگه هواوی و شیائومی باشه اونا رو میتونید کداشو پیدا کنید. من عموماً روی سامسونگ و آیفون کارم کنید، بخش اصلی کاریم آیفونه. بعد سامسونگ هم به صورت این که به دلیل اینکه بچه خیلی درخواست کرده بودن، رو حساب دارم اطلاعاتش جمع میکنم و روش کار میکنم و این اطلاعات در اختیار شما قرار میدم. خب حالا ما میخوایم بدونیم توی TX مشکل داریم یا توی RX. برای مثال برای TX شما کدیو که الان روی صفحه ظاهر میشه رو برای آیفون و سامسونگتون میزنید و وارد منوی شبکه اطلاعات شبکه میشه.
خب چون این ویدیو به صورت انگلیسی آماده کرده بودم و خب یه مقدار ممکنه یه زمان ببره تا اون کدا ظاهر بشه تا من بهتون ادامهش رو توضیح بدم. خب کد ظاهر شد، همطور که میبینید این کدا برای اطلاعات شبکه هستش. خب وقتی که وارد شبکه اطلاعات شبکه سیم کارتتون میشید، کافیه RSRP یا مرجع سیگنال و دریافت پاورش رو که اولیه که باید 115 حداقل نشون بده، اگه بالاتر بره 120 به بالاتر رو نشون بده، مطمئنا سیگنال شما ضعیفه، ولی اینو نشون میده که گوشی شما داره سیگنال رو ارسال میکنه. ولی اگه نشون نداد، به طور مثال RSPتون نشون نداد، نتورکتون لاک بود یا MIP یا IMEIتون سریال گوشیتون رو نشون نداد، پس نزده میزنه پس، یعنی قبول شده یا تایید شده، که متاسفانه اگه اینا خاموش باشه، اگه کلا خاموش باشه که یعنی گوشیتون نو سرویسه، ولی اگه داره این منوها رو نشون میده بهتون، یعنی TXتون داره کار میکنه. حالا میتونه این سیگنال در ارسالیتون انقدر ضعیف باشه که مخابرات نتونه اونو پردازش کنه و برای همین RXتون رو بهتون تحویل نده. نکته مهمی که داره، RX بعد از تاییدیه TX، یعنی TX رو دریافت میکنه، سریال گوشی و سریال سیم کارت رو چک میکنه، اگه درست باشه این پروسه انجام میشه و بعد RXتون متصل میشه. و خب توی سامسونگ هم به همین شکل، بعد از اینکه کد رو میزنی باید به این شکل رو دقت کنید. این میشه مال TXتون. پس تا اینجا رو متوجه شدید. میریم برای RX کافیه که تو گوشی های آیفون، حالا سامسونگ یا هر گوشی مد برند دیگه ای که هستش، کافیه برید توی کانکشنتون و اون بخشی که به صورت دستی میخواید شبکه رو جستجو کنید و انجام میدید، یعنی از رو حالت اتوماتیک میرید رو حالت جستجوی دستی. اگه تو حالت جستجوی دستی دقیقا نام اپراتوری که سیم کارت داخلش انداختید رو نشون بده، به طور مثال ایرانسل انداختی، اگه ایرانسل رو نشون بده، یعنی گوشی شما داره RX هم دریافت میکنه. و با همین دو تا تست ساده شما متوجه میشید تو TX مشکل دارید یا تو RX مشکل دارید. این نکته ای که دارم میگم بیشتر مال موقعی هستش، این کار رو انجام میدید، مال موقعی هست که گوشی سرچینگ، میگم سرچینگ هست، مشکل ضعف شبکه داره، یعنی در اثر ضعف شبکه میتونه پرش آنتن داشته باشید، آنتن میاد و میره. و تو ویدیوهای بعدی خیلی خلاصه تر بهتون توضیح خواهم داد که به چه صورت عمل کنید و متوجه بشید که ایراد گوشی تو کدوم بخش هست. این اولین ویدیو بود در مورد مدار آنتن. ایشالله تو ویدیوهای بعدی بیشتر توضیح خواهم داد. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.